السلام علیکم بینندگان عزیز، اینک نشری نوبتی بخش خبری پیام راز از طریق تلویزیون سرخ منظوری شما میگردد. در استودیو با شما جواهر غنی جانف. در دهات دوردست کشورمان چهارابینی ها تحت شعار برای حیات نو برای ازبکستان نو در دایره فستیوال معنویات برگزار گردیده شده است که چنین چهارابینی با اشتراک صنعتکاران مشهور کشور در ناحیه سرخ نیز تشکیل کرده شد. با مناسبت 32مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری ازبکستان در دایره جشن معنویات تحت شعار برای حیات نو برای ازبکستان نو، چهارابینی معنوی و معرفتی و واخوری صنعتکاران معروف در محله ها و قسم های حربی ناحیه سرخ با ساکنان دهات دوردست برگزار گردید. چهارابینی مذکور در کارخانه نساجی اویلان سرخ ناحیه سرخ با روحی بلند آغاز یافت. در رفت واخوری هنرمندان مردمی و هنرپیشه های معروف بار دیگر تاکید نمودند که استقلالیت برای هر یک هموطن بزرگترین و عزیزترین نعمت و جشن به شمار می رود. حالا در این فابریکا قریب 100 نفر زنان دهات مهنت می کنند. واخوری صنعتکاران نامدار با مهنتکشان پر از صحبت شوق آور گذشت. چهره شناخته ازبکستان اکتیور بهترین دلمراد زاقوف شعر اولماس سمرقندی را که به محمد یوسف بخشیده شده است قرائت کرده همه را در حیرت گذاشت. Rızkın üzülgenge okşaydı çağı. İzlemen hiç kandey taşhisu malham, tabara avclanar dertnin uçağı, yetalmasam girek taşkent geçeham. Tek koy, kuzgatma gül, vücudum ağrır, illik kal'a degen yurtta ne günah, vatanın şarkıda tuğulup ahır, garbıda olmaqnı bitipti Allah. İğva tarqatmaylar, maza bemaza, mabada yüz berse birar bir karkal, Toshkentda açmasın hiç kanday aza, Simqoqing Abdullah Arifga darhol. Toxta, aytib qolay jon chiqmasidan, hammasi joyida, sef, stol, palos, faqat yozuvchilar uyushmasidan bir varaq ariza qarzim bor xolos. Ağzım kur yaptı, su bir bir kultum. Ruhum öz ülfatı candan tuymakta. Ah, ata bulup men, nime hem kurdum. Yüreğim kuymakta, içim kuymakta. Şairinin şiirleri takdiri derdi. Rastı işanmazdım, basmazdı titrak. Nahat tengrim menge şunday dert verdi. Takdirim buldu mu? Lala kızgaldak. Cansız cigarımge batmakta tiken. Cansız cigarımge batmakta tiken. Karaytırıp borar yüzlerimni gam. Aslı da şiirlerim, takdirim eken. Tuyun kuramadım kızlarımni ham. Saat neçi buldu? Kaş karaydı mı? Jonga tegdi dersiz shu shoiri ham. Menga havo yetmas jon toraydimi? Muncha hayalladi Azroili ham. Ana kelayotir ajal pishqirib. Uzmoq bo'lar rizq bu saodatimni. Qaysi bir so'zimda olar ish qilib aytishga ulguray shahodatimni. Ichim achiyapti adabiyotga. İçim acı yaptı adabiyotga, arzirli bo'lmadi o'gitlarim ham, so'zini muhrlab abadiyatga, odam bo'larmikan shogirdlarim ham. Muhammaddan iymon, Yusufdan jamol, yashadim lek shoir jismi bilan men. Gunoh qilganim ham rostdir ehtimol, ikki payg'ambarning ismi bilan men. وزین که چرگو چه استغفار ایدگم دریخ تطمم یندن محبت اینه وزین دن یرالدم وزین گه قیدگم وزین که چر ساده محمد اینه اولسم اوچ قزم گه بولده آغر احتمال اولر هم قلشر طاقت یغلشب کنده آخر آنمنه ko'ndirib bo'lmaydi faqat. Qo'rqilmaydi unga hech himmatingiz. O'zin ado qiladi jonini yeya. Ey jupating onamni Muhammadingiz ketdi Muhammadning yoniga deya
منزل نوبتی کاروان معنویات محلی سریکنده ناحیه سوخ بود. سالهای آخر در این دهه در راه منفعت خلق و آبادی دیار کارهای گسترده به انجام رسانیده شدند. راههای داخلی دهات اسفالت پوش کرده شدند. مؤسسه های نوی خدمت معیشی ساخته شدند. از همین سبب در زبان و دل مردم دهات تنها یک کلمه شکرگزاری مجسم است. هنرمندان معروف پایتخت ترغیب کنندگان معنویات شاهد آن بودند که هر یک اقدام نجیب و خیرخواه، اصلاحات و برنامه های حیات بخش حتی در ناحیه های دوردست نیز افاده عملی خود را پیدا می کند. من از وادی مزبر چکه قشلاغ ده سوخت و منه ده ترم من اون ده من جدای بختیار من بختلی من چونکه بو یرده خوازر منه قزلارمزه کوروب اولار علم آلیت کن درجلارنه کوروب شنه قنگی کویلم کترده که البته بو یرده بسه یورت باشمزه جدای هم کت ده خزمتلار دروب ده یخشلانه کتاب که بوگن میخر مخابتن اویغاتش اولار ره کلجه سار انتل درش کرای بوسا بطور دنیا تلارن اورگانر میان بولارم نیوارالارم دنیا گه چسین دیابتله من اش فکر لرگه بس بارچه آتا آنها لر من خازر استاد بولب لرگه آتا آنها بولب لرگه دعا بیرگلیم نخورسام من او سوخ خریده شونه قنگی گزال مسکن کی الیگه من اولی من که شویتسری اگه بار دمارش خواجتیو چاره‌بینی برای خدمتچیان حربی و اعضای آیله آنها در یکی از قسم‌های نظامی ناحیه تشکیل شده در خاطر اشتراکچیان پیش از جشن بزرگترین کشورمان خاطره فراموش نشونده معنوی باقی گذاشت. سرودهای دلانگیز هنرمندان معروف ما به اشتراکچیان چاره‌بینی روحی ایدانه و طبعی بالیده بخشید. خلقنی کیفیت زور این اساسیسه. بزگی هم یخش تاثر کلیبت خلقنی کیفیت خلقنی چی کرو بارسک اولا جده هم یخش کتوالشی یبت کیفیت لاره نمدیده سنعتنی قبول کلدگن درجه ده بگنلگی اوچون بزم ازمز سنعتمز بلن خلقنی قلبگی کرو بارش که حرکت کلیبتمز بگم برینچ کرشم نه اعتبار بیره خراب کلدم یاراتلیتگان شرایط له اینن خصوصا من اشی ترگان جویمزدگی شرایط له حواس کلدگان درجه ده واقعا هم استقلال نعمتی بی بها است و به قدر آن رسیدن از وظیفه های اولین درجه ما و شماست زیرا بزرگان ما گذشتگان ما برای رسیدن به آزادی برای به دست آوردن این نعمتی بی بها جان خیش را نثار کردند پاینده باد صلح و آسایش و آبادی و آزادی در ازبکستان فروش محصولات های الکلی و تماکو برای جوانان تا سن 21 ساله موافق قانون نو منع کرده شد و غیر از این دانبه فروختن پاپیروس نیز منع کرده شده است شرح قانون نو در لوحه مخبرمان فرخ براتف طرز حیاتی سالم چی باید کرد که تا این سه کلمه یک جزء جدا نشونده حیاتی ما و شما گردد طرز حیاتی سالم به انسان در همه سمت های فعالیت کمک میکند در حال رعایت به حیاتی سالم انسان در سلامتیش به یگان مشکلی دچار نمی آید و به جای این داری قابلیت بلند ذهنی و طبع بالیده می گردد. متاسفانه بعضن رفتار ما تماما ضد طرز حیاتی سالم است. در بین ما و شما شماره آنهایی که محصولات های تماکو را بیشتر استعمال می کنند خیلی زیادند. جهت های حیرت آورش در آن است که قطع نظر از کدام نمودی تماکو بودنش استعمال از معیار زیادی آن با مرگ مقرر انجام یافتنش از احتمال خالی نیست. اما فرزند حضرت انسان دیده و دانسته از این علت دست نمی کشد با تعبیر این حالت قدومی اولین برآمدن از دایره آدمی است امروز در سراسر جهان برای از بین بردن این علت کارهای زیاده انجام داده می شود طبق معلومات های آخرین در سراسر جهان در یک سال تقریبا 7 میلیون نفر بر اثر تماکو کشی می ففتند باعث تاسف است که این بیماری امروز ها بیشتر در بین جوانان پنجده استاده است استعمال جوانان از محصولات های تماکو به تعبیر تیشه زدن بر ریشه آینده وطن و خلق و ملت می باشد از این جهت از 26 آگوست سال 2023 در ازبکستان قانون درباره محدود کردن پهن‌کنی و استعمال محصولات سپیرتی و تماکو اعتبار پیدا کرد. موافق قانون نو در ازبکستان سر چنین فعالیت‌ها بسته شد. فعالیت فروشندگانی کوچه، فروش محصولات تماکو بیرون از نقطه سودای مخصوص جهازانیده شده، فروش محصولات تماکو به مهر مخصوص، فروش سیگارت‌ها با یک لخت یعنی در حالت دانبای، با شخصانی تا 21 ساله فروختن محصولات تماکو
این طلبها در قانون درباره محدود کردن پهن و استعمال محصولات سپیرتی و تماکو نشان داده شده است. این امکان می دهد که جریان های استحصال و معاملات قانونی تماکو و محصولات سپیرتی مفصل تر تنظیم کرده با این وسیله رعای معیار قاعده های سانیتاری و گیگینی و دیگر معیار های تکنیکی تامین کرده شود. در قانون نو حقوق و وظیفه و عهده‌داری های زیاده از 20 ارگان دولتی که بی واسطه به تطبیق سیاست دولتی در این ساحه مشغولند، این چنین فعالیت محدود کردن پهن و استعمال مشروبات و محصولات تماکو را رفشن معین کرده است. زیرا وضعیت هایی که به کنتراباند سیگارت وابسته است نهایت خطرناک می باشد. تنها در دوام 7 ماه سال 2023 بودجه دولتی 400 میلیارد سوم را از دست داد. وابسته به فعالیت کنتراباند سیگارت، وادی فرغانه 47.3% و شهری تاشکن به نشاندادی 18.3% جایهای اول را اشغال کردند. حصه عمومی معاملات غیرقانونی محصولات تماکو در ازبکستان 24.8% را تشکیل می دهد. دائما آگاه باشید و به فرزندان خود بی اعتبار نباشید. فروخ براتف، فریدون پرپیف. وزارت معارف تا مکتبی و مکتبی اوید با گزراندن چارابینی های زنگ اول و درس های استقلالیت در مؤسسه های تحصیلاتی عمومی تفسیه ها تهیه کرده است. شرح پورا در گزارش نوبتی ما. از روی معلومات وزارت تعلیم تا مکتبی و مکتبی کشور، چارابینی های زنگ اول در مکتب ها روز 4 سپتامبر ساعت 8:00 زیر شعار برای حیات نو برای ازبکستان نو برگزار می شوند. در چارابین خوانندگان صنف های 1 و 11 اشتراک می کنند. فقط با نظرداشت شماره خوانندگان و مکان برگزاری چارابینی، خوانندگان دیگر صنف ها نیز می توانند در چارابین اشتراک نمایند. زنگ اول در مکتب ها 45 دقیقه دوام می کند. چونکه خوانندگان صنف یکم که یکمین بار به مکتب میمانند باید مانده نشوند. همین به حساب گرفته 45 منوت تدبیر را دوام میدهیم. درس مستقلی باشد در مکتب ها ساعت اول شده میگذرد. در آن فخریان مهنت، سپورچان محله، معلمان نامدار که جایزه کفات های دولتی میباشند جلب کرده شده. آنها امروز حیات چهل، پیشتر چهل بود، مقایسه کرده با خوانندگان فکر و ملاحظه خود را با طریق صحبت گفته میگذرند. زنگ اول در مکتب ها یکم ساعت شده گذره دیگر بعد این درس اول سر میشه در مکتب. همه خوانندگان و درس اولین میدارویند. در هر یک صنف خانه ها کتاب های درسی از صنف یکم تا یازده هم موافق شماره خوانندگان پر از طرف کتاب خانچیان جای به جا گذاشته موندگی برابر این معلمان آن راهبری صنفی که علاقه تعیین شدگی بودند با یاری کتابخانچی کتاب را به خوانندگان دسترس میکنند. لیکن از سبب نشر دیرتر برآمدنش از نشر کتاب ها بعضیش دیرتر میبیاد. شرایط را حساب گرفته کتاب های کهنه را نیز میدهیم، لیکن کتاب سالش کهنه باشد هم درونش پروگرام یخیل به طلب امروزه جا میدهد. برای آنکه خوانندگان صنف یکم خسته نشوند، دوامناکی چورابینه از 45 دقیقه زیاد نیست. تحفه های پرزیدنت با اشتراک مقامات اجرایی محلی، حاکمیت دولتی، خود اداره کنی و والدان به خوانندگان صنف یکم تقدیم کرده می شوند. درس های استقلالیت با اشتراک سابقه داران مهنت، آموزگاران فخری، برندگان جایزه های دولتی و ورزشکاران نامدار تشکیل کرده می شود. بینندگانی عزیز، بخش خبری پیام راز دوام دارد و حالا به شما شرح مختصری خبرهای مهمترین کشور را می‌رسانیم. توجه کنید. در اساس فرمان پرزیدنت جمهوری ازبکستان از 27 اوگوست سال 2023 درباره مکافاتانیدن یک گروه خدمتچیان دولتی و کارمندان ساحه‌های استحصالات و اجتماعی اقتصادی به مناسبت 32 سالگرد استقلالیت جمهوری ازبکستان، یک گروه هموطنان برای مهنت چندین ساله پرثمر در مستحکم سازی اقتدار اقتصادی کشورمان، تطبیق با موفقیت اصلاحات در تمام ساحه‌ها، فعالیت عبرت بخش در تامین رشد کشورمان و فراوانی خلقمان با عنوان‌های افتخاری، اردن و مدال‌ها سرفراز گردیدند. در بین آنها از ولایت فرغانه نیز هستند. مرکز جمهوریوی مانیتورینگ سیسمو پروگنوستیکی وزارت وضعیت‌های فوق‌العاده خبر می‌دهد که امروز 28 اوگوست ساعت 9:35 به وقت تاشکند در افغانستان زمین جنبی رخ داده است. کوردیناته‌های زمین جنبی: وسیعی شمالی 36.47 گرادوس، درازی شرقی 70 گرادوس است. مرکز زمین لرزه در 539 کیلومتری جنوب شرقی تاشکند
واقع است. 26 اوگوست پس از بازی دسته های سرخان فرم و جرقرغان در لیگ یکم ازبکستان میان داور و بازینگران زنازنی به عمل آمد. در این باره خدمت مطبوعات صدارت کارهای داخلی سرخاندریا خبر داد. موافق خبر ساکنان جرقرغان که برای قهرمانی مبارزه می بردند برای هنگام حمله بازی را قطع کردن به حکم اعتراض کردند. جنجال از جانب گوارد ملی برهم کرده شد. عریضه جبردیده ها قبول شده، حالا از روی حالت کارهای سنجشی تعیین شده است. در شتات اوکلاهوما اویدی ورزش باکس قوا آزمایی برگزار گردید و در آن باکسچیان طایفه وزنشان زیاد اشتراک کردند. در آن هموطنمان بهادر جلالوف با رقیب نیجریایی اوناریود افاریامو که با لقب گادزیلا مشهور است به میدان برآمد. در نتیجه بهادر جلالوف در راوند اول با ضربه سیوم رقیبش را به حالت ناکاوت دچار کرد. این برای بهادر غلبه 13ام و اولین غلبه در تاپ رنگ بود. در شهر قوقان در عرفه عید استقلالیت از جانب صاحبکاران سخاوت پیشه توی سنتی یک چند فرزندان آیله های احتیاجمند تشکیل کرده شد. تفصیلات پورا در گزارش مخبرمان فاروق براتف. در مملکت ما خصوصا در عرفه عید شاهد کارهای زیاد خیروی شدن ممکن است. ما کوشش میکنیم که خوشبختی را به آدمان مبادله کنیم و آنها را شاد گردانیم. یکی از چنین چهار بینی ها در شهر حقوقند لطیف تشکیل کرده شد. مراسم ختنه‌سوری فرزندان 14 آیله برگزار گردید. در این روز قصر باشکوهی جشن افراد سخاوت پیشه در خدمت کودکان بودند و به آنها نیز تبریک گفته شد. آن روز خرسندی والدین کودکان را حد و کنار نبود. واقعا هم گرفتن دست فتادگان، دستگیری نمودن آیله های احتیاجمند یکی از عملهای ثوابترین به شمار می رود. طوری که در چهارابینی از جانب مسئولان ذکر کرده شد، در عرفه عید استقلال هر سال در حقوقند لطیف چنین کارهای خیر و ثواب بیشتر انجام داده می شود. در توی از جانب کهنسالان دست دعا به عالم بالا کشاده شد که تا کودکان در آینده فرزندی ارجمند وطن شده به کمال رسند و برای پیشرفت مملکت و فراوانی حیات مردم سهمی برجسته گذارند. ازل نبود کیگن آتا با بالا همز کپکیگن اش بو اوز اصل ده بو بالا جانلر مثلا آیل اصل واقعا این کار است که اجدادان ما از قدیم الایام مشغول بودند. این کودکان فرزندان آیله های کم بیزاوت آیله های هستند که سرابان خود را از دست دادند. چونین چهارابینه ها را بیشتر گذراندن دلی چونین احتیاجمندان را شاد کردن لازم است که این مهر و محبت را نسبت به جمعیت زیاد میکند. خوشبختی این آیله ها را دیده من هم خیلی شاد شدم. ما نیت داریم که توی ختنوی آیله های احتیاجمند را نیز گذرانیم. Uylanışken muhta kıynelgen ailelerde biz tuylarını kibiriş نیت طول پس حاضر. از جانب حامیان سخاوت پیشه به کودکان و اعضای آیله آنها تحفه ها تقسیم کرده شدند. برای چنین یک چهارابینی خرسندی آور و خیرخواهانه به مردم سخاوتمند از جانب پیوندان بچه های توی مینداری اظهار کرده شد. یقیندگینا شهر حاکملیگی تماندن 50 نفر آتا آنه قرار حاکمیت شهر توی ختنه‌سور 50 کودک یتیم را در عرفه توی وطن برگزار کرد. توی های امروزه از جانب صاحبکاران سخاوتمند ما تشکیل کرده شد. به نقشه گرفته شده است این چورابینی ها در شهر ما به طور وسیع ادامه داده شوند. جیانم محمد مرزا 3 ساله شد. او در آینده فرمر شدن را میخواهد. توی نشده بود. من امروز تویش هم شده ایستاده است. از اونهایی که توی را تشکیل کردن خیلی منت دارم. اکنون شادی به خاندان ها کوچید. معلوم کرده شد که از حال این آیله ها منتظم خبر گرفته و برای بهتر نمودن طرز زیست و زندگانی آنها دست مدد درست کرده می شود. بینندگان عزیز، بخش خبری ما را صحیفه دنیا 24 دوام می دهد که توسط این صحیفه خبرهای مهمترین دنیا به شما رسانیده می شود. روسیه به هند با مبلغ بیش از 13.5 میلیون دلار آمریکایی 118 تن مواد اوران فروخته است. در این باره خبرگزاری ریا نوواستی در پی تحلیل آمار وزارت سودای صنعت هند اطلاع داده است. منبع تاکید کرده است که انتقال این مبلغ ماه ایونی سال روان صورت گرفته است که نخستین بار در 4 سال آخر می باشد. پیش از این روسیه به هند اوران را سال 2019 فروخته بود. قبلا گفته می شد که ایمیلیت متحده آمریکا نیز خرید اوران از روسیه را افزایش داده، ظرف نیم سال 416 تن خریداری کرده است که بالاترین نشان داد پس از سال 2005 است. یک چرخبال حربی با نظامیان دریای آمریکا در ساحل استرالیا سقوط کرد. صدمه در نزدیکی جزیره ملویل هنگام تمرین رخ داده است. با گزارش سکای نیوز استرالیا تخمیناً 20 نفر حربیان در هواپیما بودند. درباره کشته شدگان معلوم نیست، ولی در جای حادثه کافتوکاو ادامه دارد.
با سبب باران پرشدت در تاجیکستان 13 نفر از حیات چشم پوشیده است. دیروز سنه 27 آوگوست بر اثر بارشات زیاد در شهر وحدت و ناحیه رودکی جمهوری تاجیکستان 13 نفر جان باختند. 11 نفر از شهر وحدت و 2 نفر از ناحیه رودکی. رئیس جمهوری تاجیکستان سپارش داده است که به شخصان آفت زده کمک و به منطقه های ضرر دیده چاره های عملی اندیشند. طبق معلومات راه دوشنبه چناق را نیز سیل برده است. حالا راه بسته است. در این باره خدمت مطبوعاتی پرزیدنت خبر می دهد. هندوستان درباره حرارت قبدهای گوناگونی سطح ماه اولین معلومات گرفت. از جمله حرارت در عمق 8 سانتی متر زیر سطح آن حدود 10 درجه و در سطح آن 60 درجه می رسد. یادآور می شود که هندوستان اولین شده در جهان با موفقیت کشتی کیهانی به قطب جنوبی ماه فرود آورد. خبر می دهد تشکیلات تحقیقات کیهانی هندوستان. همدیارانی عزیز و ارجمند، این بود با خبر و رویدادهای آخرین روز بخش انفورماسیونی پیامی روز تلویزیون ساخت. در همین جا با بخش خبری حسنی انجام می بخشیم. خیر، سلامت باشید. برنامه های تلویزیونی ساخت دوام دارد. ما را ترک نکنید.